زمانی که منظومه خورشیدی شکل گرفت، فرصت اینو داشت که سیارات نزدیک خورشید رو از جنس سنگ بسازه. عطارد، زهره، زمین، مریخ همگی به سیارات صخره‌ای یا سنگی معروفن. جنسشون مثل زمینه. سیارات بعدی همگی از جنس گاز بودن. مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. در حالی که هسته سیارات گازی شکل همچنان جامد و گاز نیست. جنسش آهن و نیکله. قبلا در مورد نحوه شکلگیری کامل منظومه یک ویدیو ساختیم. اینکه چطور خورشید از ابرها و غبارهای فضایی به وجود اومد. بعد سیارات شکل گرفتن و در نهایت آرایش سیارات به شکل سنگ و گاز و یخ چطور به وجود اومدن. اینجا سوال دیگه ای رو بررسی میکنیم. سیاراتی که میشناسیم قمرهای معروفی دارن. مخصوصا سیارات گازی که قمرهای بحث برانگیزی در مورد حیات دارن. اما اگه دقت کرده باشین، تمام ماه‌های این سیارات یا از جنس سنگن یا اقیانوسیان یا یخن. قمر زمین ماه، سنگ. قمرهای اقیانوسی مثل اروپا و انسلادوس هستند. قمرهای یخی منجمد مثل ترایتون هستند. اما اگه دقت کرده باشین، هیچ ماهی از جنس گاز نداریم. چرا اینطوری شده؟ آیا فقط توی منظومه ماه هست که قمر گازی شکل وجود نداره و ممکنه جای دیگه باشه و ما بد شانس بودیم؟ یا نه، کلن از نظر فیزیکی امکان نداره یک ماه از جنس گاز باشه؟ توی این قسمت از پاراگراف این موضوع رو بررسی میکنیم. در واقعیت قمرهای گازی شکل وجود دارن، ولی ما تو منظومه نداریمشون. تا الان بیش از 5500 سیاره فراخورشیدی کشف شده، اما فقط دو موردشون مشکوک بودن که احتمالاً ماه گازی شکل دارن. البته هنوز 100% تایید نشده. خود همین قمرهای گازی که احتمالاً دیده شدن داستان عجیبی دارن. خود این ماه‌ها نوعی قول گازی مثل مشتری هن که به دور سیارات گازی بزرگتر از خودشون میچرخن. اینها نوعی استثناء در عالم ستاره شناسی هن که به هر حال این قاعده رو ممکن کردن. برای اینکه بهتر درک کنیم چرا ماه‌های گازی شکل حداقل توی منظومه خورشیدی وجود ندارن، بهتره که اول چگونگی تشکیل سیارات قول گازی رو درک کنیم. دو تا سناریو هست که میگه چطور سیارات قول گازی وجود دارن. یکی از اونها به عنوان تشکیل سیارات گازی از پایین به بالا بهش میگن و اون یکی دیگه تشکیل سیارات از بالا به پایین. تشکیل سیارات گازی از پایین به بالا. شکلگیری پایین به بالا میگه اول تولید هسته اتفاق میفته و بعد لایه‌های بیرونی. این همون چیزیه که سیارات قول گازی توی منظومه شمسی شکل گرفتن. اگه میتونستیم به حدوداً 4.5 میلیارد سال پیش سفر کنیم، یک خورشید جوان و تازه متولد شده ای رو میدیدیم که اطرافش پر از گاز و غباره. این گاز و غبار که اصطلاحاً توی یک دیسک جمع شدن، بهش دیسک پیش سیاره ای میگن که تمام سیارات بعداً از اون ساخته شدن. اول اجرام صخره ای تشکیل شدن، یعنی با جمع شدن گرد و غبار و سنگ ریزه ها سیارک ها شکل گرفتن. باز این اجرام به همدیگه چسبیدن و پیش سیاره های کوچیکی به اندازه مریخ شکل گرفتن و بعدش بزرگتر شدن و زمین به وجود اومد. توی منظومه های دیگه حتی این اجرام میتونن تا 10 برابر زمین هم شکل بگیرن و این سیارات بزرگ یا ابر زمین ها رو تشکیل بدن. وقتی که جرم این سیارات زیاد میشه، گرانششون اونقدر قوی هست که محیط اطراف و اون گازهای دیگر رو ببلن. اینکه چقدر گاز در محیط اطرافشون رو میدزدن و مال خودشون میکنن بستگی به نیروی جاذبه و میزان گاز در اون غبار داره. اما در نهایت منظومه ما فقط 4 سیاره قول گازی رو تونست بسازه. مشتری و زحل، اورانوس و نپتون که قولهای یخی هن و سردن. به طور خلاصه وقتی اجرام اول هسته یک سیاره رو میسازن، بعد گرانششون قوی تر میشه، اجرام اطراف رو کم کم به خودشون میکشن و لایه های دور هسته و بیرونی شکل میگیرن. اینطوری میگن سیارات از پایین به بالا شکل گرفتن.
و اما حالت دوم رو هم داریم، تشکیل سیارات گازی از بالا به پایین. در مدل بالا به پایین، سیارات گازی مستقیماً از یک توده گاز در حال فروپاشی در یک سحابی تشکیل میشن، درست همونطوری که ستاره ها شکل میگیرن. اما این بار توی اون سحابی حداقل مقدار جرمی وجود داره که سیاره گازی رو میسازه و قدرت اینو نداره که سنگین‌تر بشه و یک ستاره شکل بگیره. وقتی این توده بزرگ که از گاز هست تحت نیروی گرانش فشرده میشه، گرم میشه، کوچیکتر میشه، متراکمتر و فشرده تر میشه. وقتی که گاز گرمه میخواد منبسط بشه، پس برای حفظ انقباض اون توده گاز باید گرمای اضافیش رو از خودش خارج کنه. در نتیجه ما شاهد فروپاشی ابرهای گازی هستیم که در پرتو انرژی مادون قرمز حرارتی دیده میشن. ولی یک عامل محدود کننده وجود داره که نمیذاره اون توده گاز از هم پاشیده بشه. این عامل اینطوری عمل میکنه که گرمای اضافه توده گاز رو آروم خارج میکنه تا دما خنک بشه. این گرمای آزاد شده هم به چگالی، میزان غبار داخل توده و دما بستگی داره. اونقدر این گرما از اطراف خارج میشه که توده گاز به جرمی حدود 3 برابر سیاره مشتری میرسه. هرچی حجم کوچیکتر باشه، غبار غلیظتر و ماتتر میشه و دیگه گرمایی ازش به بیرون ساطع نمیشه. در نتیجه سیاره گازی شکلی که اینطوری شکل میگیره، حداقل جرمش باید 3 برابر مشتری باشه. این فرایند بالا به پایین شکلگیری سیارات گازی هست که لایه‌های بیرونی رو اول میساخت. حالا چرا توی منظومه خورشیدی ماه از جنس گاز نداریم؟ بیشتر قمرهای منظومه مثل سیاراتشون از طریق فرایند پایین به بالا شکل گرفتن و اول هستشون ساخته شده. از اونجایی که سیارات هم بیشتر مواد موجود در دیسک گاز منظومه رو واسه خودشون برداشتن، دیگه جرم کافی واسه ساخته شدن یک ماه به شکل گاز باقی نموند. اگر گاز بیشتری در ابتدای شکلگیری منظومه وجود می داشت، می تونست فرایند بالا به پایین رو به وجود بیاره و قمر گازی داشته باشیم. و اگر این اتفاق می افتاد، اون سیارهی که چنین قمری رو می داشت باید حداقل 3 برابر مشتری می بود. بنابراین ما کلن نمی تونیم توی این منظومه خودمون با روشهایی که می شناسیم قمر گازی داشته باشیم. اما فرایند شکلگیری قمرهای سیارات همیشه هم یکسان نیست. مثلا گفته میشه ماه زمین قبلا از خود زمین بوده. در نتیجه برخورد یک سیارک به زمین، یک تکه از زمین جدا شد و به فضا رفته تا توی مدار زمین قرار گرفته و ماه شکل گرفته. یا قمرهای سیاره مریخ که اسمشون فوبوس و دیموس هست، نوع خاصی از قمرهای اصطلاحاً تسخیر شده هستن. یعنی زمانی که اون قمر داشته از اطراف سیاره مریخ رد می شده، توی محدوده گرانشی مریخ قرار گرفته و دیگه نتونسته ازش خارج بشه و به عنوان ماه تو مدارش مونده. این قمرها ممکنه توی منظومه شکل نگرفته باشن و حتی از جای دیگه‌ای توی فضای میان ستاره‌ای وارد منظومه بشن و اینطوری تسخیر بشن. حالا این سوال اساسی به وجود میاد. اگر میتونیم قمرهای تسخیر شده از خارج منظومه داشته باشیم و منظومه خودمون نمیتونسته قمر گازی درست کنه، آیا ممکنه قمری از جنس گاز وارد منظومه بشه و توسط سیاره‌ای مثل مشتری تسخیر بشه؟ توی منظومه ما این اتفاق نمیفته. اما اگر منظومه‌ای باشه که سیاره‌ای 3 برابر مشتری داشته باشه، اون وقت میتونه سیاره دیگه‌ای به اندازه نپتون رو به عنوان ماه برای خودش تسخیر کنه. به این شکل ممکنه. حالا بریم سراغ اون دوتا ماهی که گفتیم از جنس گازن و تونستیم کشفشون کنیم. اسم این دو قمر کپلر 1625 بی آی و کپلر 1708 بی آی هست. هر دوی اینها اگر در یک مدار مستقل به دور ستاره میزبانشون میچرخیدن، یک سیاره کامل بودن. اما چون دارن به دور یک سیاره بزرگتر از خودشون میچرخن، یک ماه برای سیارهشون هستن. کپلر 1625 بی آی جرمش 19 برابر زمینه و حدود 6% جرم مشتری رو داره. یعنی مشابه سیاره نپتونه. سیارهی که این ماه به دورش میچرخه 30 برابر زمین جرم داره و اندازهش حدود نصف مشتریه. قمر دوم
کپلر 1708 بی آی. این یکی کوچیک‌تره. قطرش حدوداً 5 برابر زمینه که میشه نصف قمر قبلی و به دور سیاره میچرخه که 4.6 برابر سیاره مشتری جرم داره. به نظر ستاره شناسان این قمرها احتمالاً توسط اون سیاره ها تسخیر شدن و منظومه شون توانایی ساخت قمر و سیاره رو با همدیگه نداشته. در نهایت با تمام این توضیحات دانشمندان هنوز مطمئن نیستن که اینها واقعاً قمر این سیارات باشن. این احتمال وجود داره که سیاره و ماهی که گفتیم در اصل دو تا سیاره باشن، یعنی رابطه سیاره دوگانه رو داشته باشن نه یک سیاره و قمر. حالا فکر میکنید چه چیزی باعث میشه دو جرم آسمانی رو بهشون سیاره و ماه بگیم یا سیاره دوگانه؟ فرق اینها چیه؟ اگه دوست دارید در این مورد هم بدونید، یک ویدیو قبلا ساختیم و توضیح دادیم که چطور سیاره کوتوله پلوتو در انتهای منظومه خودمون رابطهش با ماهش احتمالاً یک رابطه سیاره دوگانه است نه سیاره و ماه. لینک این ویدیو رو داخل دیسکریپشن قرار میدم، دوست داشتین تماشا کنید. در انتها متوجه این آرایش منظومه ای شدیم که چطور میشه یک ماه از جنس گاز وجود داشته باشه و چرا ما توی منظوممون چنین ماهی رو نداریم. اما پیدا کردن این ماه‌های گازی شکل واقعا کار سختیه. به خاطر همینه که تا الان فقط دو تاشون رو کشف کردیم که تازه شاید 100% قمر نباشن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.